به نام ایزد منام، با سلام خدمت دنبال کنندگان صفحه اینستاگرام امار بسکتبال، برنامه وانم وان تاک شو امروز با مهدی نصراللهی. یه مصاحبه دیگه میخوایم داشته باشیم با یکی از بچه های گروه تیم مکران که با ما بودن در استانبول در ایونت سه به سه و جز تیم هایی بودن که قهرمان شدن. من آقای مهدی نصراللهی رو دعوت میکنم به لایومون. به لایو آقای مهدی نصراللهی. سلام. سلام خانم نبی، خوب هستین؟ احوال شما خوب هستین؟ سلامت باشید. ممنون. سلامت باشید. مرسی. ممنون. خب آقای مهدی نصراللهی، یکی از بازیکنان تیم مکران، بیوگرافیتون و آشناییتون با بسکتبال. مهدی نصراللهی هستم، متولد 1375، استان البرز، شهر کرج. من حدود 10 سال پیش بسکتبال شروع کردم. دبیرستان بودم تقریبا که به واسطه یکی از رفیقام، یکی از دوستان منو بردش سالونشون که بسکتبال بازی میکرد و از اونجا علاقه من شدم به بسکتبال و بسکتبال شروع کردم. الانم دانشجو رشته تربیت بدنی هستم، کارشناس. کدوم دانشگاه؟ دانشگاه پیمانکار البرز. به سلامتی. چند سالتونه آقای رسول‌لهی؟ من 25. پس هنوز ابتدای کار هستید. خب اول ورزش که باش آشنا شدید همین بسکتبال بودش؟ یعنی قبلش؟ نه، من قبلش تکواندو کار میکردم. یه حدود 5 سال تکواندو کار میکردم، بعد یه سری دلایلی ول کردم، یه 2 سالی ورزش نمیکردم، بعد با بسکتبال آشنا شدم. خب بیشتر اینکه به بسکتبال علاقه من شدی و اینکه حالا کلا تکواندو رو گذاشتی کنار، حامی اصلی تو خانوادت بوده یا نه دوستی یا مربی خاصی یا شخصی بوده که اصلا کلا مسیر تو از تکواندو عوض کرد و بود بسکتبال؟ بیشتر بسکتبال آشنا شدم با دوستم بود و اینکه یه مدت بازی کردم بسکتبال، علاقه من شدم و احساس میکردم که ورزش خاصیه. بعد اینکه علت اینم که از تکواندو جدا شدم، تقریبا میشه گفتش یه سری ناداوری ها این چیزا بودش که نمیتونستم یه ادامه بدم تکواندو رو، همین رهاش کردم. تیم 5 نفرم بازی کردین شما؟ بله، من تا سال اول امید 5 نفره بازی میکردم، حالا استان البرز، تهران بازی میکردم، کشوری نه بازی نکردم. بعد دیگه وارد دانشگاه که شدم، به واسطه دانشگاه با سه به سه آشنا شدم و دیگه رفتم سمت سه به سه کلا، تقریبا 5-5 رو رها کردم. اولین تیمی که سه به سه شروع کردی، یعنی باش شروع کردی، چه تیمی بود؟ همون تیم دانشگاه بود. حدود یه سالی بودش که کلا با مسابقات دانشجوها شروع کردیم ما. بعد اردو ملی دعوت شدم برای دانشجوها، بعدش هم که دیگه با تیم مکران آشنا شدم و شروع کردم برای تیم مکران بازی کردم. آشنایی با تیم مکران چطور بود؟ یعنی از چه طریقی با تیم مکران؟ یه جزئی تر بگیم بهتر. بچه ها رو که میشناختم، آقا مجید رو میشناختم به واسطه اینکه همشهریمون هستش و تو کرج، از اونجا هم دیگه میشناختیم، ولی توی مسابقات دانشگاه شریف بود شاید اشتباه نکنم، اونجا مقابل هم دیگه بازی کردیم با همون، یعنی به عنوان تیم دانشگاه خارج چیز پنجم ما شرکت کردیم تیم مسابقات دیگه اونجا، که بعد اون مسابقه من پیشنهاد دادن و منم تیم مکران پیوستم. یکم بخاطر اینکه شما 3 ساله که حالا با تیم مکران کار میکنی و تقریبا شروع کارت با تیم مکران بود، یکم راجع به مجموعه مکران، تیم مکران یه توضیح بده که دوستان و نفراتم که حالا این لایو رو در آینده میبینن و یا اینکه حالا الان هم در لایومون هستن آشنا بشن با تیم مکران. تیم مکران که یه مجموعه ورزشی که به طور تخصصی داره سرویس کار میکنه و خیلی به نظر من، ولی باید تشکر کنم از آقا ناصر و ناصر موسیلی که این مجموعه رو به وجود آوردش و با کمک حالا آقا مجید و بچه ها رشدش دادن و این الان به صورت تخصصی دارن کار میکنن سرویسر رو. انشالله که بتونیم در آینده موفق باشیم، بچه هایی که دوستان سرویسر ادامه بدن، چون فکر میکنم وقتی ورزش المپیکی میشه خیلی جای رشد داره. حالا درسته تو کشور ما هنوز به اون رشد کاملش نرسیده، ولی با وجود مجموعه‌ای مثل مکران که دارن زیاد هم میشن خدا شکر تو کشور، چند تا تیم دیگه هم ما داریم می‌بینیم دارن کار میکنن تخصصی، فکر می‌کنم سرویس خیلی بتونه موفق باشه. مکران هم که یه مجموعه هستش که رو نظم خاصی جلو میره، به خاطر همینه که توی مدت خیلی موفق شده. درسته. به عنوان کسی که حالا البته خب خیلی 5 نفره بسکتبال 5 نفره کار نکردی، ولی
خودت ترجیح میدی که بسکتبال 3-0 ادامه کار بدی و یا اینکه جذابیت بسکتبال 3-0 برات بیشتره، یا اینکه نه بسکتبال 5 نفرم بسکتبالیه که حالا خب متفاوته و خب اکثر آدمایی که تو دنیا هستن دوست دارن بسکتبال 5 نفره تا اینکه حالا بخوام به سمت 3-0 بشم؟ نظر خودت واقعا از نظر شخصی چه نظرت چی هستش؟ من برای خودم بیشتر 3-0 انتخاب میکنم چون هیجان خاص خوش دارم، بعد به خاطر یه سری شرایط هستش 5 بفهم بازی کنم بعد شرایط خاص خوش داشته باشی. من به خاطر شرایطی که دارم نمیتونم زیاد تا 5-5 برم و الا یه مدتی بود 5-5 بازی میکردم، حتی سر تمه مثلا تیم نیرو زمینی و چند تا تیم شهرستانی رفتم، ولی به خاطر اینکه شرط زندگی اجازه نمیداد نمیتونستم بیشتر به 5-5 یعنی ادامه بدم. به خاطر این 3-0 رو انتخاب کردم و هیجانش برای من خیلی بیشتر و علایقم به 3-0 بیشتر نزدیکتره. خب یکم راجع به خاطرات بسکتی حرف بزنیم. بهترین و بدترین خاطرات تو بسکتبال، حالا چه 3-3 چه موقعی که 5-5 بود فرق می‌کنه، چه تو دوران دانشجویی چه موقعی که با تیم ملی بودی، بهترین و بدترین خاطراتی که میتونی توی بسکتبال نام ببری و همیشه تو ذهنت هستش، یا باش لبخند میزنی یا ناراحت میشی، برامون بگو. یکی از خاطراتم که بخوام بگم، خب وقتی 5-5 بازی می‌کردیم، بعد تو اون دوران نوجوانی که مثلا ما بودیم، خب معمولا بازیکنان نوجوان به مربیشون وابستگی خاصی پیدا میکنن، بالاخره فکر می‌کنم مربیشون میتونه آینده‌شون رو بسازه براشون و کمکشون کنه تو تیم‌های بزرگ برن، و متاسفانه منم این اشتباه داشتم که وقتی به رده جوانانم تموم شد انتظار داشتم مثلا مربی پایه من به من کمک کنه که من بتونم تو لیگ بازی کنم، ولی در صورتی که این اتفاق نیفتاد و من طرد شدم که به من گفتن که تو بازیکن نمیشی، یعنی نهایت جایی که بتونی برسی مثلا دست یکی کشوره، و من برام مهم نبود چون شروع کردم بسکتبال 3-3 بازی کردن. این تلخترینش بود. بهترینش هم موقعی بودش که به اردو ملی دعوت شدم و بازم میشه گفت من تو خیابون تمرین میکنم، اون لحظه برام لحظه خیلی خوبی بود که سعی تلاش کردم و رسیدم حالا به در حد خودم و آینده بهتری برای خودم میبینم و با سر تلاش انتظار دارم بهش برسم. خب من حالا این صحبتی که الان کردی که مثلا حالا مربی پایت، حالا نمیدونم چه شخصی هم هست، امیدوارم که همیشه تنش سلامت بشه و امیدوارم اگه داره فعالیت میکنه، این که واقعا بخوام به حالا اون بچه‌هایی که دارن کار میکنن چه سنین پایین هستش یا حالا بالاتر هم هستی که بگن تو بسکتبالیست نمیشی، تو اصلا ورزشکار نمیشی، نمیتونی تو این بشی، نمیتونه واقعا، یه مربی نمیتونه اینو قضاوت بکنه چون همش تلاش بازیکنه دیگه، ربط داره به تلاش بازیکن تو هر رشته ورزشی، واقعا فرق نمیکنه. امیدوارم واقعا این کلمات تف و این جملات تف به بچه‌هایی که حالا تو سنین پایه دارن، حالا چه بسکتبال و چه هر رشته دیگه‌ای دارن انجام بدن، واقعا این کلمات گفته نشه و بیشتر ترغیب و تشویق کننده باشن تا اینکه بخوان بازیکن رو سرد کنن و ورزشکار رو سرد کنن که اینکه حالا مثلا اون علاقه که دارن نخواد بره دنبالش. خب اخیرا با تیم مکران تورنمنت ما توی امار بسکتبال در استانبول شرکت کردیم، یکم بیا راجع به تورنمنت اونجا صحبت کنیم و اینکه حالا قبل از اینکه راجع به استانبول صحبت بکنید، اینکه چه تورنمنت هایی رو تو این سال ها و این 3 ساله با تیم مکران شرکت کردیم، چه مقام هایی به دست آوردیم، بعد بریم سر تورنمنت استانبول. ما که تورنمنت داخلی تقریبا میشه گفتش تمام استانا که تورنمنت برگزار میکردن ما شرکت میکردیم و صرفا برای اینکه تو کرج تهران باشیم نبوده، هدفمون هدف بزرگی بود و دوست داشتیم مسابقات برون‌مرزی حتما بریم که با تورنمنت استانبول اومدیم، ولی قبلش که مسابقات داخلی رو میرفتیم ما تمام شهرستانا تقریبا رفته بودیم و یه مدت بودش که قهرمانی‌های پشت هم میآوردیم و بعدش هم که دیگه اومدیم استانبول و اون مسابقه خوب رو تو اونجا تجربه کردیم. و در باره مسابقه بله ما میام هدفی داشتیم برای قهرمانی، حالا خدا شکر اولین مسابقه اون مرزون هم با قهرمانی بود. بعد اینکه مسابقه استانبول برای ما خیلی خوب بود، اینکه باعث شد ما دیدمون بزرگتر بشه، برای مسابقات برون مرزی بعدی آماده تر بشیم و ببینیم باید چقدر بیشتر تلاش کنیم، چقدر یه دل شدنمون خیلی برامون بیشتر مهم بود که بتونیم برای آیندهمون برنامه‌ریزی کنیم و مسابقات برون‌مرزی بعدی داشته باشیم. آقای نصراللهی خیلی دوستان یه توضیح راجبه حالا به دوستانی که حالا لایو دارن تماشا میکنن و یا حالا دوستان که بعدا حتما لایو ما رو میبینن توی
پیجمون توضیح بدین که شرکت کردن تیم های سه به سه در مسابقات بین المللی و یا در مسابقاتی که هر ساله داره برگزار میشه چه اتفاقاتی میفته در بالا بردن رنگ فیفا و حالا چه شخصی و چه بازیکنی که بخواد بره تیم ملی و چه برای تیم کلی اون تیمی که دارن بازی میکنن. یه توضیح راجع به این قضیه اگه بدین ممنون میشم. اولش این که من چیزی که من اطلاع دارم، یعنی برای اینکه بتونیم تو سطح بندی فیبا شرکت کنیم حتما باید این رنکمون برسه به اون سطح بندی که خداشکر با مسابقاتی که داخل کشور داره برگزار میشه بکنم در آینده نزدیک تیمایی باشن که بتونن تو سطح بندی فیبا شرکت کنن و تو این مسابقات باشن. حالا مسابقات اوپن که تو خارج از کشور داره برگزار میشه به نظر من بچه‌ها شرکت کنن میتونن بیشتر با اون سطح برون مرزی آشنا شن و خودشون آماده کنن برای مسابقات سطح بندی فیبا که فکر کنم در توی یکی دو سال آینده تیمایی باشن که به صورت خصوصی حتما شرکت میکنن توی سطح بندی فیبا. الان شرایط تیم شما فکر کنم تقریبا جز تیمایی که تو سه به سه، حالا با توجه به شناختی که من دارم میدونم که تقریبا تو هر مسابقه شرکت میکنه و مقامه اول میارم و تخصصی فکر میکنم مجموعه مکران داره فقط تو سه به سه کار میکنه، درسته؟ بازی یعنی به جز شما چهار نفری که حالا تو تورنمنت ترکیه شرکت کردین بازیکنای دیگه هم هستن که حالا گروه های مختلف باشن تو تیمتون، درسته؟ بله دقیقاً اینجوریه، ما تو اکثر تورنمنت‌ها شرکت می‌کنیم مگه اینکه مشکلی پیش بیاد الان بچه‌ها مصدوم بشن، ولی بازیکن‌های دیگه هم هستن تو تیم. من خودم الان مصدوم شدم حدود یه ماه نمی‌تونم بازی کنم، بچه‌های دیگه هستن جایگزین ما میشن و برای مسابقاتی که میریم سعی می‌کنن که بهترین‌ها رو انتخاب کنن. حالا ما تو سر تمریناتمون 8 نفر 10 نفر به صورت خصوصیمون اینجوری هستیم، حداقل بچه‌هایی که انتظار داریم تو تیم باشن. درسته. از نظر شما حالا با توجه به این چند سالی که داری تخصصی این رشته رو کار میکنی و اصلا کلا بسکتبال پنج نفره گوشی کنار و تخصصت سه به سه شده، آینده بسکتبال سه به سه رو تو ایران با توجه به شرایط اخیر و با توجه به تورنمنت های جدیدن برای برگزار میشه در ایران چطور میبینیم؟ شرایط خیلی خوبیه با چیزی که من دارم میبینم، بچه ها بیشتر دارن علاقه من میشن به سه به سه و اینکه آیندهش خیلی به نظر من روشن باشه. بسکتبال سه به سه حتی فکر کنم از بسکتبال 5 5 بتونه سبقت بگیره و تو مسابقات جهانی و آسیایی فکر کنم بتونن بچه‌ها مقامات خوبی بیارن. با این چیزی که من دارم می‌بینم حداقل هفته دو تا یه دونه ایونت دیگه داره برگزار میشه و این خوش باعث میشه که بچه‌ها خیلی پیشرفت کنن. به نظر من تو دو سه سال آینده خبرها خیلی خوشی از بسکتبال سه به سه میشنوید. چه توصیه ای داری برای جوانایی که حالا شاید بسکتبال پنج نفره رو خیلی دنبال نکردن و شاید امیدی نداشته باشن که بخوان تو لیگ های تهران یا حالا لیگ کشوری و یا سوپر لیگ بازی کنن و بازی کنن یعنی که شاید استریت بال بیشتر بازی کنن تو حالا به چیز قدیمی حالا بسکتبال سه به سر رو شاید علاقه داشته باشن ولی خیلی دنبال نکنن، چه توصیه برای این بازیکن‌ها و این افراد داری؟ به نظر من حالا بچه ها خیلی ها اصلا نظرشون اینه بسکتبال سه به سه برای کسایی که نتونن حقشون رو از بسکتبال پنج به پنج بگیرن جای خوبیه. خیلی بچه ها اینجوری فکر میکنن به بسکتبال سه به سه و امیدوارن که بتونن بیان تو سه به سه خودشون رو نشون بدن و از یه طرف هم بسکتبال سه به سه اگه بتونن تو فضای باز برگزار کنن خودش باعث جذب مخاطب میشه برای بسکتبال و حتی بسکتبال پنج به پنج. به نظر من بچه‌ای که دارن پنج پنج بازی من میتونم بیان سه به سه رو خیلی حرفه‌ای ادامه میدن. خب ببین یه سر راجع به خصوصیات اخلاقی خودتون تو مسابقه بازیکنی هستی که زود عصبانی میشی یا نه؟ میشدم یه زمانی خیلی زود عصبانی میشدم، اونم به خاطر ارقی که به تیمم داشتم مثلا یه اشتباهی میشد سریع عصبانی میشدم ولی الان دیگه خیلی بهتر شدم. یعنی اشتباهی داوری تاثیرگذار بود دیگه روی اخلاق و رفتارت؟ داوری خیلی کم رو من تاثیر میذاره ولی نسبت به بازیکن تیم چیزم میشه. آها واکنش بچه خود. پس الان که دیگه اینجوری نیست. نه الان خیلی بهتر شدم. مثلا که مسئولیت هم که داری رفع بشه و خوب باشه. خب خودت آینده و اهدافت 25 سالته، 5 سال بعد 30 سال مهدی نصرالله جایگاهش میخواد چی باشه؟ چه دنبال چه هدفی هستی؟ اون هدف بزرگه، اون آرزو بزرگه، اون چیزی که داری براش تلاش می‌کنی. دوست داریم بشنویم. امیدوارم که بتونم لباس تیم ملی رو بپوشم. هر کسی بالاخره آرزوش هست لباس تیم ملی رو بپوشه، منم بدون شک آرزوم هست بتونم لباس تیم ملی رو بپوشم و اینکه بتونم کمک کنم به بسکتبال، به جامعه بسکتبالی و بچه‌هایی که دوست دارن تو این مسیر بیان و هدفشون بسکتبالیست حرفه‌ای شدن باشه بتونم کمکشون کنم و در آخرش هم بگم که دوست دارم واقعا تیم ملی باشم و سه به سه مسابقات آسیایی حتما برم باشم.
ایشاله ایشاله که هر آنچه که فکر میکنی و هر آنچه که دوست داری بهش برسی با تلاش و البته کوشش خود شخص خودتون. و در پایان صحبت پایانی اگه راجع به بازیکن‌ها هم تیمیات و یا اینکه راجع به مربی هر صحبت پایانی که داری ما میشنویم. اول از این که از خانواده‌ام خیلی تشکر کنم چون تو این سال خیلی به من کمک کردن. بعد مجموعه مکران، آقای موسیلی، آقا مجید، بچه‌ای که هستن الان تو مجموعه مکران دارن به ما کمک میکنن، نقاط ضعف و قوتمون رو بهمون میگن. و یه تشکر ویژه میکنم مربی خودم آقای صوفیان که تو این 4-5 ساله به من خیلی کمک کردن که بتونم دوباره بسکتبال ادامه بدم. از اون موقع که میگم مربی منو تایید کرد و گفت نمیتونی بسکتبال استیشون، به من خیلی کمک کردن و ازشون تشکر میکنم. مرسی، مرسی آقای نصرالله عزیز. امیدوارم که شما و مجموعه مکران موفق باشه، مثل الان که یه مجموعه بسیار موفق آقای موسلی دور هم جمع کرده، و امیدوارم به اون هدفی که مخصوصا رسیدن به پیرنگ تیم ملیه برسی. مرسی که وقتتو در اختیار ما قرار دادید. علاوات بشید، ممنون ازتون. خواهش میکنم، قربان شما، خدا حافظ. خب امیدوارم که بانمانه و تاکشویی که امروز داشتیم با آقای مهدی نصراللهی مورد قبول شما باشه. دوست داریم که در رابطه با بسکتبال 3-3 هر چیزی که فکر میکنید و هر نظری که دارید برای ما بنویسید، و امیدوارم در برنامه های آینده سوالهایی که از نظر شما و ذهن شما هستش ما بتونیم از نفرات و شرکت کنندگان دیگه ای که در این برنامه شرکت میکنن داشته باشیم. دو تا از اعضای تیم مکران ما در یک شنبه و سه شنبه آینده باشون مصاحبه داریم و قطعا با خود آقای موسیلی هم حتما صحبت میکنیم. امیدوارم که از لایو امشب لذت کافی برده باشین. یا حق